محرومیت زنان در افغانستان. امیرخان متقی میگوید حکومت طالبان با حکومت‌های منطقه برابر است. وزارت خارجه طالبان اعلام کرد گروهی از افغان‌های گیرمانده در سودان را خارج کرده است. حادثه ای که سه بزرگشهر افغانستان را سیاه‌پوش کرد. مشروع خبرها: در حالی که افغانستان تنها کشور در جهان است که دختران و زنان در آن از حق آموزش و کار محرومند، وزیر خارجه طالبان اما حکومت این گروه را با حکومت‌های رقیب و کشورهای منطقه برابر دانست. امیرخان متقی همچنین گفت افغانی باثبات‌ترین پول جهان است که ارزش خود را در برابر دلار حفظ کرده است. سخنگوی وزارت خارجه طالبان ویدئوی سخنان امیرخان متقی را نشر کرده است. وزیر خارجه طالبان مدعی است که افغانستان امنیت بهتر نسبت به کشورهای منطقه دارد. این مقام طالبان در حال است پیسه افغانی به عنوان باثبات‌ترین پول جهان در مقابل دلار یاد می‌کند که اخیراً وبسایت فکسی که ثبات پول‌های جهان را در سال 2023 سنجیده است می‌گوید که باثبات‌ترین پول در برابر دلار آمریکایی فرانک سوئیس است. در اوایل سال جاری قیمت هر فرانک سوئیس 1.08 دلار آمریکایی بود، اما در حال حاضر با 1.12 دلار آمریکایی معامله می شود، در حالی که در جنوری 2023 قیمت هر دلار آمریکایی 87.50 افغانی بود و فعلا 86.32 افغانی است. نظر به ارزش پایین افغانی این نرخ تفاوت زیاد را نشان می دهد. در این حال بانک مرکزی تحت کنترل طالبان هر هفته 40 میلیون دلار پول نقد از کمک‌های بین‌المللی دریافت می‌کند که به ثبات پول افغانی کمک کرده است. متقی به دریافت این پول اشاره‌ای نکرد. ادعای امیرخان متقی در مورد امنیت با توجه به میزان حوادث انفجاری در افغانستان نیز پرسش برانگیز است. پس از تسلط طالبان بر افغانستان، داعش خراسان به حملات انفجاری در افغانستان ادامه داده است. مسئولیت حمله مرگبار انتحاری در مقابل وزارت خارجه طالبان را در ماه‌های اخیر داعش بر عهده گرفت. وزارت خارجه طالبان اعلام کرد گروهی از افغان‌های گیرمانده در سودان را خارج کرده است. سخنگوی وزارت خارجه طالبان میگوید که این وزارت با همکاری عربستان سعودی گروهی از افغان‌های گیرمانده در سودان را به شهر جده منتقل کرده است. عبدالقهار بلخی روز پنجشنبه هفتم سرد در توییت نوشت که طالبان برای نجات افغانهای باقی مانده در سودان نیز تلاش میکند. بلخی گفت که این گروه از افغانها اکنون به شهر جده در عربستان سعودی انتقال یافتند و به زودی به افغانستان منتقل خواهند شد. سخنگوی وزارت خارجه طالبان جزئیات بیشتر نداده است. مشخص نیست که گروه خارج شده از سودان شامل چند نفر است و نقش طالبان در خروج این افراد چی بوده است. دیروز چهارشنبه منابع به رسانه افغانستان انترنشنال گفتند که افراد مسلح در خرطوم شمار از دانشجویان افغان را لتوکوب کرده و وسایل آنها را با خود بردند. سه حادثه بزرگ: دو تن در فاریاب کشته شدند. منابع ملی در ولایت فاریاب میگویند که در دو رویداد جداگانه در این ولایت دو تن به قتل رسیدند. منابع ملی میگویند که یک مرد 46 ساله سه شنبه شب در مربوطات گذرتاتارخانه نایه دوم شهر میمنه با ضرب گلوله توسط تفنگداران ناشناس به قتل رسیده است. این فرد محمد عالم نام داشت و تاکنون علت و انگیزه قتلش نیز روشن نیست. از سوی دیگر منابع ملی همچنان میگویند که در دو رویداد دیگر فرد به نام اکرام الدین باشنده قریه قزبای قلعه ولسوالی دولت آباد فاریاب توسط فرد به نام گلبدین کشته شده است. به گفته منابع مقتول هنگام شکار توسط تفنگ نو چرایی به گونه اشتباهی کشته شده است. طالبان با تایید این خبر میگویند که گلبدین را بازداشت کردند. این در حالی است که هفته گذشته دو مرد در دو رویداد جداگانه در ولایت فاریاب به قتل رسیده بودند. افزایش رویدادهای جنایی سبب نگرانی باشندگان این ولایت شده است. رویداد ترافیکی در شاهراه کابل قندهار 6 کشته و 20 زخمی بر جا گذاشت. منابع ملی از قندهار در جنوب کشور میگویند که در پی رویداد ترافیکی در شاهراه کابل قندهار در مربوطات این ولایت 6 تن کشته و 20 تن دیگر زخمی شدند. این رویداد ساعت 8 صبح روز پنجشنبه هفته سر در پی انحراف و واژگون شدن یک اراده موتر مسافربری نو 404 در مربوطات ولسوالی دامان ولایت قندهار رخ داده است. یک منبع معتبر صحی میگوید که در میان قربانیان این رویداد زنان و کودکان نیز شامل هستند. در مورد علت این رویداد ترافیکی و مبدا و مقصد حرکت موتر مسافربری چیزی گفته نشده است. بر اساس گزارش ها وقوع رویدادهای ترافیکی در هفته های اخیر در شهرهای کابل قندهار افزایش یافته است. رویداد ترافیکی در بلخ 9 کشته و 11 زخمی بر جا گذاشت.
مسئولان محلی طالبان در بلخ میگویند که در نتیجه رویدار ترافیکی در این ولایت 9 تن کشته و 11 تن دیگر زخمی شدند. این رویدار ترافیکی در پی واژگون شدن یک اراده موتر نو هایلکس روز چهارشنبه در مربوطات ولسوالی نهرشاهی بلخ رخ داده است. محمد آصف وزیری سخنگوی قماندانی امنیت طالبان در بلخ گفته که در میان قربانیان این رویداد 3 زن نیز شامل هستند. سخنگوی قماندانی امنیت طالبان در بلخ علت این رویداد ترافیکی را به احتیاطی راننده خوانده است. این در حالی است که صبح امروز نیز در نتیجه واژگون شدن یک اراده موتر مسافربری در شهرهای کابل قندهار 6 تن کشته و 20 تن دیگر زخمی شدند. گزارش‌های بسیار مهم. روحانی سرشناس ایران در یک حمله مسلحانه کشته شد. آیت الله عباس علی سلیمانی عضو مجلس خبرگان و روحانی سرشناس ایران روز چهارشنبه 26 اپریل در یک حمله مسلحانه کشته شد. خبرگزاری دولتی ایران گزارش داده است که سلیمانی صبح چهارشنبه در داخل یک بانک در شهر بابلسر در ولایت مازندران به ضرب گلوله کشته شد و مهاجم مسلح نیز بازداشت شده و تحقیقات از وی جریان دارد. سید محمود حسینی پور والی مازندران گفته است قاتل هیچ شناختی از محروم آیت الله سلیمان نداشت و یکی از کارکنان شرکت انتظامی داخل بانک بوده که اسلحه در اختیار داشت. این فرد از بومی های منطقه است و اقدام وی ماهیت تروریستی نداشت. با این حال حسینی پور گفته است که انگیزه این قتل به گونه کامل مشخص نیست و وزارت داخلی ایران دستور تحقیقات فراگیر را در پیوند با این رویداد صادر کرده است. خبرگزاری تسنیم ایران تصاویر کمره‌های مداربسته امنیتی را نشر کرده است که در آن یک محافظ بانک بر این روحانی که روی یک چوکی نشسته است از پشت سر گلوله‌باری می‌کند. به دنبال این رویداد محمد جعفر منتظری لوی سارنوال ایران به مقام‌های آن کشور دستور داد تا این موضوع از زوایای مختلف بررسی و پیگیری شده و نتایج آن گزارش داده شود. سلیمانی که هنگام مرگ 75 سال عمر داشت در گذشته نماینده ویژه آیت الله علی خامنه ای در چندین شهر و ولایت ایران بود. او زمان امام جمعه کاشان، اصفهان و زایدان بود. بر اساس قانون اساسی ایران مجلس خبرنگاران ایران که 88 عضو دارد مکلفیت نظارت بر امور و صلاحیت عزل و نصب رهبر ایران را دارد. اعضای مجلس ایران برای یک دوره 8 ساله توسط شورای نگهبان ایران انتخاب می شوند. اتهام یک نویسنده آمریکایی دونالد ترامپ بر من تجاوز جنسی کرده است. ایجل کارول نویسنده آمریکایی روز چهارشنبه در جلسه محکمه در نیویورک اتهام وارد کرد که دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا 3 دهه پیش بر وی تجاوز جنسی کرده بود، اتهامی که ترامپ آن را رد کرده است. او در محکمه فدرال سایه منهتن شهر نیویورک گفت من اینجا آمده ام زیرا دونالد ترامپ بر من تجاوز جنسی کرده است. این قضیه که از چندین مورد حقوقی است که ترامپ 76 ساله با آن مواجه است.